خیلی ممنون. خیلی خیلی ممنونم که لطف کردین، دعوت کردین. همیشه خوشحالم که در کنار شما و گروه عالی پارسی کوالیتی سنتر باشم. زمان خیلی خیلی سختیه، یعنی زمانیه که شاید من خودم میتونم بهتون بگم که روزی نیستش که دو سه بار گریه نکنم یا اشکم در نیاد، خشمگین نشم، عصبی نشم. و با اینی که خودم هم خیلی تکنیک ها رو دارم و هی شروع میکنم کار کردن، ولی میبینم که زمان سختی برای هممون هست. حالا تازه من زمان انقلاب 57 اینجا بودم، یعنی من در ایران نبودم و خیلی از موارد تو این سالها من از همین تلویزیون و راه های مختلف دیده بودم، ولی این دفعه کمی متفاوته و با هر کسی هم که حرف میزنم حس میکنم برای همه آدم های مقدار متفاوته و به خاطر همین به نظر میاد که احساسات خیلی خیلی زیادی رو برای ما در بر میگیره. کسانی که به هر صورت داریم از ایران داریم ازشون میشنویم وقتی که تلویزیون ها یا این سوشال میدیا های مختلف رو ویدیوها رو میبینیم، برای هر کدوممون دوباره یه مقدار زیادی صدمه میخوره. حالا برای کسانی که خودشون در ایران هستن یه نوع تروما و صدمه خوردن متفاوتی رو دارن که لحظه به لحظه انگار در میدان جنگ هستن، دارن تصمیم میگیرن برن تو خیابون، نرن تو خیابون، چه کار بکنن، احساس گناه میکنن اگر نرن، احساس گناه میکنن اگر با هم رفتن و یک نفری صدمه خورده کشته شده و اونها اتفاق براشون نیفتاده. و میبینیم که خیلی تراماهایی رو که یک شخصی در لحظه داره تصمیم میگیره و در معرض جریانی که کاری میتونه بکنه خیلی فرق میکنه با کسانی که در قسمت‌های مختلف دنیا نشستن و دارن این حادثه ها رو میبینن و هر کسی دلش میخواد یک کاری انجام بده و شروع میکنه یک کاری رو انجام دادن، ولی ممکنه فکر بکنه کافی نیست، کافی نیست، باید یک کاری دیگه رو انجام بدم، باید اون وسط باشم. بعضیا میشنوم میگن مثلا دارم میرم ایران، بعضیا رفتن ایران، بعضیا از دور دارن نگاه میکنن، ولی خب هر اتفاقی که داره میفته رو میرن. برخی هستن که بقیه رو بلند میکنن و ازشون درخواست میکنن که اگر که ویدیو هست پخش بکنن یا به سناتورا بفرستن، کارهای مختلف انجام بدن. برخی هم انقدر عصبی هستن که با هم دیگه بحث میکنن، تو خونه شروع میکنن با هم دیگه دعوا کردن، میرن تظاهرات با بقیهشون دعوا میکنن و فوش و بد و بیرا تو سوشال میدیا میدن به اون کسایی که نرفتن و خلاصه خشمشون رو یه جوری میخوان رها بکنن و انگار نمیتونن که به اون گروه اصلی که اون خشم رو دارن کاری انجام بدن. بعد دیگه با کسایی که اطرافشون هستن بالاخره شروع میکنن خشم رو نشون دادن و اونجاست که میبینیم یک حال و هوایی همه دارن که براشفته شدن. احساساتی مثل ترس برای مخصوصا کسانی که در ایران هستن در کنار شهامتشون، احساسات ناتوانی که برای اغلب ماها که خارج از مملکت هستیم و داریم این رو نگاه میکنیم، غم خیلی خیلی زیاد و سوگواری خیلی زیاد، سوگواری برای کسانی که به هر صورت دارن فوت میکنن، برای بچه های جوونی که دارن میمیرن، احساس تنهایی خیلی موقع ها برای اشخاص در میاد و درد، میگن pain and despair. برای برخی از اشخاص که ازشون میشنم احساسی نه تنها ناتوانی هست بلکه هنوز ناامیدی هست. البته جالبه که در از یک جایی صحبت ناامیدی رو ممکنه یک شخصی بکنه که بگن این همه اتفاق افتاد، این چندین و چند سال هیچی نشد، نکنه که ایرونی ها دارن میمیرن برای هیچ چیز. از طرفی در کنارش اینه که دوباره همه به خودشون امید میدن که نه، تا اشخاصی هستن اونجا که امید دارن و جلو میرن، ما در کنارشونیم، امیدها رو نگه میداریم و میخوایم بریم به طرف جلو. و احساس خیلی طبیعیه برای همه این وقتی که اینها داره اتفاق میفته. از نظر اینی که داریم یک سری صحنه ها رو میبینیم، مشخصا بعد از اون هم حتی این صحنه ها میمونه. با عزیزی داشتم صحبت میکردم که داشتن تعریف میکردن از ایران، که داشتن راه میرفتن با یک عزیز دیگه ای و مثل اینکه با هم داشتن صحبت میکردن و یکیشون زیر لبی به هر صورت گفته که یک فوشی داده به چند تا از این کسایی که داشتن رد می شدن، اونها شنیدن، برگشتن، وایسادن و با باتوم زدن تو سرشون، دختر بدبخت سرش باز شده بود. یکی از حرفایی که می زد می گفتش که نظرن خب اینو ما نمی تونستیم جایی ببریم، بلکه می گفتن هیچ جا بیمارستان رو نبریم، این خونریزی می کرد.
حالا به هر صورت بردیمش یک جایی، بس داشتیم سعی میکردیم که ببندیم اینجا رو که بتونه مثلا خون نریزی نکنه. ولی میگو برای یک هفته است الان بعد از اون که صدای اون که صدایی که شنیدم که باهاتون خورد تو سر این قیافه این تمام اونها لحظه به لحظه داره برام میاد، تو خواب داره برام میاد و حتی تو بیداری مثل فلشبک هی برام میاد. عزیزانی اینجا ازشون میشنوم که وقتی که این صحنه ها رو نگاه میکنن شبا نمیتونن بخوابن، دوباره تو خواب با تمام این صحنه ها دارن بیدار میشن. در نتیجه وقتی که تصویری رو ما میبینیم دوباره مکررن صدمه میزنیم، تراما برای خودمون میاد، ویژوال تراما. آدیتوری وقتی که شنیدیم، لطف بکنید که همه خب دیگه خودتون رو میوت کنین یا اشخاص میوت بکنن که صدا نیاد. و بعد مشخصا کینستتیک با بدنمون وقتی که حمله شده مشخصا اونها دوباره هی دردش و خاطرش دوباره هی برمیگرده. خیلی از اشخاصی که توی اون شرایط هستن ممکنه که میگن دیسوسییت میکنن، یعنی اصلا میان بیرون از بدن خودشون و حس نمیکنن، خودشون میبرن توی دونه انکار، برای که تنها راهیه که میتونن از خودشون نگهداری بکنن که کلا از نظر روحیه داغون نشن. و کسانی هم هستن که حتی اگر در ایران نیستن در خارج از مملکت هستن، اگر که فلشبک هایی داشتن از زمانی که خودشون مثلا ایران بودن و جنگ بوده، اگر خودشون در انقلاب بودن، و من الان با کسانی صحبت میکنم که به هر صورت ایران زندگی میکردن و زمان انقلاب دیدن، یا حتی گرین موومنت رو اونجا بودن، یا اتفاقایی که براشون افتاده، حتی اگر هیچ کدوم اینها نموده ولی به هر صورت ضرب و شتم خورده بودن از دولت، زندان رفته بودن، دنبالشون اومده بودن، تهدیدشون کرده بودن، خونه هاشون رو مصادره کرده بودن، هر کدوم اتفاقایی که براشون قبلا افتاده میبینیم که با این نگاه کردن، با این تصاویری که داره میاد و شرایطی که داره اتفاق میفته، تروماهای قبل که براشون کامل نشده همه اینها دوباره داره سر بر میگردونه و ممکنه که خاطره ها حتی با تصویر همه اونها برگرده و تو خوابشون برگرده و میبینن که اون خشمی رو که اون موقع داشتن که نتونستن رها بکنن امروزه که لحظه به لحظه داره میاد و شروع میکنه اونها رو آزار دادن. اگر که ممکنه نتونن سر کار برن، با رفیقی دوستی داشتم صبح حرف میزدم میگم من میخوام یک هفته از آف بگیرم چون نمیتونم، من فقط و فقط روی اینستاگرام هستم، دارم چیز پخش میکنم، تمام تظاهراتی که اتفاق افتاده رو رفتم ولی نمیتونم چون شبا با ساعت 2-3 بیدارم و وقتی هم میرم سر کار حوصله ندارم، مغزم رو نمیتونم سکوت براش به وجود بیارم که اصلا تمرکز بکنم و فقط و فقط دنبال خبرم و اینی که ماها چه کار میتونیم بکنیم. و در نتیجه بعضی هستن که اصلا کلن از فانکشنالیتی میفتن و نمیتونن که قدم جلو بزنن برن. دلایلی که همه اینها رو دارم میگم اگر این اتفاق داره میفته طبیعیه، و اگر هم اینا اتفاق نمیفته و هر کسی قسمت‌های خود و مدل خودش رو داره ممکنه حالی باشه. کسانی هستن که مدل‌های به خصوصی، یعنی یک نفر هست که تظاهرات میره و داره فریاد میزنه، اون فریاد زدنش کمکش میکنه که فکر بکنه کاری انجام میده. یک نفر تو خونه هست و نمیره تظاهرات، فقط داره سوشال میدیا انجام میده، فکر میکنه دارم کاری انجام میدم. یک نفر هستش که تو رادیو تلویزیون ها حرف میزنه وقتی موقعیتی داره. یک نفر هست که با فقط رفیقای خودش داره حرف میزنه و با اونها داره یه کاری انجام میده. و هر کسی مدل خودشه. یک راه درست نیست که بگیم اگر که یک راهی هست پس حتما باید همون کار رو انجام بدن. هر کسی داره برای خودش یک جوری این فضا رو به وجود میاره. چیزی که خب نگران کننده است اینه که خشمم خشم به وجود میاره. یعنی در ایران اگر که این خشم هست و داره از هر طرف این اتفاق میفته، برای کسانی که خارج از کشور هستن چون میخوان بلند شن و صدای اونها رو ببرن بالا، درسته که دارن از خشمشون استفاده میکنن و شاید هم از خشمی که به طرف دولت دارن به خاطری که این کار رو انجام میدن، ولی این خشم رو تو بدن نگه داشتن و تو این سیستم نگه داشتن و بعد به جای اینی که به اصل ماجرا خشم گیم باشیم، این خشم رو چون نمیتونیم اونجا بذاریم دیسپلیس میکنیم و به همه جا داریم پخش میکنیم. خب در ارتباطاتمون در همه شرایط ممکنه که تأثیر منفی بذاره و روی بدن ما تأثیر منفی میذاره. به خاطر اینه که چه کار ما میتونیم برای خودمون انجام بدیم اینه که در روز وقتی که داریم اخبار نگاه میکنیم، شاید ساعاتی رو که اخبار نگاه میکنیم یا تصاویر نگاه میکنیم رو
محدود بکنیم و مثلا یه بار صبح نگاه کنیم، یه بار بعد از ظهر. قاعدتا قبل از اینکه بخوایم بریم بخوابیم بهتره که این کار انجام ندیم. و بعد از اینی که داریم اخبار رو میگیریم، بعضی موقع اخبار رو نوشتارش رو گرفتن برای کسانی که خیلی خیلی حساس هستن، تصویری ندیدن و نوشتارش رو ببینن ممکنه خیلی خیلی بهتر باشه براشون، چون تصویری خیلی عمقش بیشتر، احساسات رو خیلی بیشتر تحریک میکنه و در نتیجه اگر که فقط بخونن اونها رو ممکنه که کمک بیشتری براشون بکنه و انقدر نرن توی احساساتشون که نمیتونن اون رو رها بکنن. اگر خشم آدم ها میزنه بالا، اینکه چجوری اون رو رها بکنن خیلی مهمه. خشم و ترس، مخصوصا تشویش و استراب، تجربه در بدن تجربه حرکتی داره. در نتیجه اکثر کسایی که خشمگین میشن میدونن تمام بدنشو گهر میگیره و تو این گهر گرفتنه که ناراحت میشن. به خاطر همین رفت و آمد، راه رفتن توی خونه، دور خونه رفتن، بیرون و راه رفتن، خود راه پیمایی هایی که دارن انجام میدن خیلی کمک میکنه که یک مقدار این تأثیری رو که این خشم روی بدن داره رو آروم بکنه و اینی که بتونه یک شخصی این خشمی رو که براش به وجود آمده رو یک کار درستی باهاش در حقیقت بتونه بکنه. چون خشمگین شدن، عصبانی شدن حق ماست، احساسات ماست و وجود داره. رفتار خشمگین رو به وجود آوردن به هر صورت یک سری کانسکوئنس ها داره. این رفتار رو ما بتونیم جوری ببریم جلو که بازده مثبت بده به جای فقط خراب کردن، خیلی خیلی کمک میکنه. مثلا یک اتفاقی که الان داره میفته اینه که حالا فوش زیاد داده میشه، فوش از هر مدلی و فوش خارمادر همه چی داره داده میشه. اتفاقا یه دونه تحقیق بود که میگفتش که آدم وقتی که فوش میدن یه مقدار زیادی احساس راحتی میکنن، انگار با اون مدلی که این فوش میاد بیرون احساسشون رو قوی تر میکنه و راحت ترن، انگار مثلا بعدش خوشحال میشن، انگار کیفی میکنن بعد از اینکه فوش میدن. درسته که همچین وجود داره، ولی خب خشم هم وقتی که توی اون خشم هست و همینجوری فقط فحاشی ها داره میاد بیرون، از این موقع میبینیم پیامه گم میشه و فقط این داره اتفاق میفته. و واسه همین اگر که کارایی داره این نوع خشم رو بروز دادن، خب ممکنه که کمک بکنه. اگر که میبینین کارایی نداره و بیشتر داره ضرر به همه مسائل داره به وجود میاره، یا خشونت طرف داره ضرر میزنه به زندگی خودش و اطرافیانش، اون رو هم باید یک نگاهی کرد که شاید اول از سیستم بدنتون بیاین بیرون، بعد نگاه کنین که چه چیزی رو میخواین، چه پیامی دارید، چه جوری میتونین پیام رو بدید که مثمر ثمر باشه در حقیقت و پیام شما بتونه جلو بره. این کمک میکنه به این که ماها ادامه ندیم یک سری سیکل هایی که سیکل های مضر و خراب کننده است و بالعکس اون جنب و جوشی که داره به وجود میاد، قدرتی که پشت خشم هست، بیاد و شروع بکنه برای مسائل سازنده بره جلو، پیام های سازنده، رفتاری رو انجام دادن که سازنده باشه و کمک بکنه و حداقل به جایی که ماها رو از هم دیگه دور بکنه، همه رو بیاره نزدیک بکنه و بتونیم همه با هم بتونیم بریم جلو و این همدستی و همیاری و تنها نبودن و اینه که یک صدایی با هم داره بلند میشه خیلی خیلی کمک میکنه به اینه که وقتی این نوع عرضه ها رو میبینیم و این نوع نتایج رو میبینیم، کمک میکنه به اینه که از اون احساس ناتوانیه در حقیقت در میایم، یا ناامیدیه در میایم، از حالت ترس در میایم، از غممون به مقداری در میایم و شروع میکنیم حس قدرت کردن و با قدرت پشت کسانی که قراره که قدرتمند باشن بایستیم و بریم جلو. نفس های عمیق کشیدن و بیشتر نفس های عمیق هم اینه که بازدمتون خیلی خیلی طولانی تر بشه. منظورم اینه که نفس عمیق میگیرید، اینجوری نکنید سرگیجه میگیرید، نفس عادی بکشین ولی بازدمتون رو طولانی تر و طولانی تر بکنید، میبینید که بدنتون توی آرامش میاد. یکی از کارهایی که خود من انجام میدم بعد از اینکه این صحنه ها رو میبینم، از اون طرف میرم یوتیوب و شروع میکنم آهنگ هایی که خیلی ملایمن و کلام ندارن و ریلکسینگن و یه دونه مدلی هست به اسم بینورال بیت، B-I-N-A-U-R-A-L بیت، P-E-A-T، که میتونیم بذاریم برای آرامش و
سیستمی درست کرده که دو تا هرتز مختلف رو میذاره که مغز شما رو میبره توی الفا استیت و اون الفا استیت جاییه که در حقیقت مغز آرامش پیدا میکنه و میتونید از اون کمک بگیرید که یک مقدار اون آرامش رو به خودتون بدین. تو معمولا حتی ما وقتی میخوایم مثلا بعد از همچین شرایطی مدیتیت بکنیم، تو سکوته که خودمون که میریم ممکنه همه اینا شروع کنه ریختن، و کسایی که عادت ندارن و سیستم شما عادت به مدیتیشن نداره بیشتر فلاد میکنن، یعنی یک دفعه یه چیز همه این صحنه ها با هم دیگه میاد. این نوع موسیقی ها که کمک میکنه که ویو لنگث مغز رو میبره توی الفا استیت کمک خیلی خیلی زیادی میکنه. یوتیوب هست، میتونید در هر شرایطی یوتیوب بذارین، باینورال بیت ریلکسیشن، و میبینید اون موسیقی ها میاد، یا هر موسیقی که به درد شما میخوره، شما رو آروم میکنه و آرامش به خصوصی بهتون میده، اون رو هم استفاده بکنید که بین قطعاتی که دارین خشمگین میشین، ناراحت میشین، گریه میکنین، احساساتتون جریه دار میشه، کمک بکنه که این موسیقی ها و مثلا وان گرفتن، دوش گرفتن، راه رفتن، اینها کمک بکنه که سیستم فیزیکی شما و فیزیولوژی شما ازار آرومتر بکنه تا آماده کنه واسه پس بعدی یا کار بعدی یا زمان بعدی که دوباره دارین میرین شما دارین ویدیوها رو نگاه میکنه، دوباره هیجانتون میزنه بالا و قراره که این سیستم بدن شما بتونه تحمل بکنه این همه احساساتی که وجود داره. به این فرق نمیکنه که من از کسانیم که الان باشون صحبت میکنم تو ایرانم، هم باز همین ازشون درخواست دارم که اگه دارن میرن بیرون یه سری تجربات رو میارن، بیان خونه و شروع بکنن گریه کنن، گریه کنن، آهنگ بذارن گریه کنن، برن توی دوش حمام اگر که گاز شیمیایی نگرفتن، چون بعضی میگن گاز شیمیایی که وقتی بهشون خورده وقتی میرفتن تو حمام با آب داغ بیشتر میسوخته، برن چه داشتن به همون اول آب سرد بزنیم، اینها رو بریزیم، بعد یواش یواش آب داغ بریزیم و اجازه بدیم که این بدن یه مقدار التیام پیدا بکنه، آروم بشه. و باز میگم موسیقی ها رو استفاده بکنین که آرومتون بکنه. الان ما خیلی از موسیقی هایی که در کنارمون هست بیشتر داره غممون میده، خشممون میده، احساساتمون رو برانگیزه میکنه. ما نمیتونیم در شرایطی باشیم که صبح و ظهر و شب 12 ساعت 24 ساعت ما احساساتمون تو این رنج بالا داره میره جلو، داغون میشه بدنمون و نمیتونیم نه فکر درست میتونیم انجام بدیم نه تصمیم های درست میتونیم بگیریم. و باز میگم چون ممکنه که همون لحظه کاری نتونیم بکنیم که به نتیجه برسه، این احساس ها آخری دمپر یه نفر اطراف ما رو میگیره، با فک و فامیلامون، با بچه هامون، با همسرمون، با همکارمون، با همسایه‌مون، بالاخره دعوایی میکنیم چون حوصله نداریم. اکثر آدمایی که باشون حرف میزنم اصلا حال و حوصله ندارن تا اینجا پرن، یک دونه کلمه، یک دونه جمله از یه جای دیگه بیاد میخوان شروع کنن تیکه و پاره کنن. هرچه مواظب بودن از خودمون و مسئولیت این مواظب بودن از خودمون الان خیلی خیلی مهمه تا بتونیم که کارامون رو بتونیم انجام بدیم که بریم جلو و دقیقا مثمر ثمر باشیم، تا اینکه هم خودمون داغون بشیم هم بقیه. اگر اجازه بدین من دوست دارم که یه مقدار از شما عزیزان بشنوم که ببینم چه مباحث دیگه ای برای شما مهمه که اونها رو من بیشتر و بیشتر بتونم باز بکنم. در نتیجه اگر دوست دارید میتونید که سوالی که هست اینه که وقتی که یک عزیزی دوستی زنگ میزنه و هی به ما داره نصیحت میکنه که نکن، نمیخواد این خودتو تو این چیزا غرق بکنی، این پیام ها رو نفرست و خودتو اونجا نبر، چجوری باید با عزیزی که داره به نظر میاد که به فکر ماست، بخواد این که خودشان داره میگه من به فکر خودتم، بتونیم پاسخ بدیم؟ اینی که اونها به فکر ما هستن حتما اگر تلفن میکنن و دارن با شما حرف میزنن به خاطر مهرشونه با شما، ولی خب ما هر چیزی که برای خودمون تصمیم میگیریم فکر میکنیم که بقیه هم همون حالت رو دارن، در نتیجه نصیحت رو به همون مدل به اونها میکنیم، ولی خب متفاوت هستیم. یک نفر با رفتن بیرون حالش بهتر میشه، یک نفر با موندن تو خونه حالش بهتر میشه، یک نفر با کاری انجام دادن فکر میکنه که مثمر ثمره، یک نفر با کاری انجام ندادن فکر میکنه که مثمر ثمر هستش، یک نفر ممکنه که احساس ناامیدی بکنه و این ناامیدی رو که داره رو داره پخش میکنه به عنوان یک پیام و فکر میکنه که خب شما بی خودی داری زحمت میکشی اگر که واقعیت اون کسی که داره فکر میکنه ناامیدی. چون دیدگاه ماها به عنوان انسان با هم دیگه متفاوته، قاعدتا هر کدوم ما یک مبحثی از یک جای دیگه ای میبینیم و میشه که هر دو مبحث درست باشه،
میشه برای یه گروهی واقعا کاری نکردن بهتر باشه و برای یه گروهی کار کردن بهتر باشه. اینکه که چجوری میتونیم اونها رو باشون پاسخ بدیم اینه که غلطشون نکنیم و بعدم اجازه ندیم اونها ما رو غلط بکنن. یعنی اینه که اون وقتی یک شخصی داره حرف میزنه میگه میشنوم و میدونم این برای تو داره کار میکنه، ممنونم از اینی که داری این نصایح به من میکنی یا دانسته ها تو اون مدلی به من میگی، ولی من دوست دارم که این مدلی که خودم هستم برای من بیشتر کار میکنه. الان با تمام بالا پایینایی که ممکنه برم به هر صورت ترجیح میدم که این راه رو برم چون برای من الان اینجوری کار میکنه. با یک دوستی داشتم صحبت میکردم که اون خیلی خشمگین میشه، یکی از راههایی که پرتاب میکنه اینه که با آدما حرف میزنه و حالا خشمش رو داره پخش میکنه چون عصبانیه و وقتی که با دوستاش حرف میزنه و عصبانیت خودش رو پخش میکنه راحت میشه. ولی خب عملا من وقتی که دارم با صحبت میکنم میبینم من نمیکشم اون همه خشم اونو. من وقتی که دارم خشم یه گروه دیگه ای رو میبینم میبینم چطوره و داره چی کار میکنه. ولی اینکه یک نفر با اینی که داره خشم خودش رو با من در میون میذاره ولی حداقل اون لحظه باز به نظر میاد داره پرتاب میکنه روی من، گفتم من میدونم تو خشمگینی، حقم میره خشمگین باشه، ولی من نمیکشم دیگه بتونم به تو گوش بدم الان و احتیاج دارم که از گفتارمون بیایم عقب. I love you, you're great، ولی الان نمیتونم من دیگه اینو تحمل بکنم. در نتیجه خب خداحافظی کردیم و گوشی رو گذاشتیم زمین. ولی اینی که من حق دارم مدلی که من هستم باشم و هر کسی دیگه حق داره مدلی که اون هست باشه، مبحث اصلی این جریانه. شما اجازه دارین که به اون شخص برگردیم میگین که میدونم که برای من داری میگی و ممنونم از مهرت و عشقت، ولی تو هم این رو از من بپذیر که الان این برای من داره بیشتر کار میکنه و روزی که فکر کنم که کار نمیکنه و زندگیمو مختل میکنه اون موقع ممکنه که به هر صورت تعدیل بهش بدم یا تمومش بکنم و این رو به من اجازه بده و اعتماد داشته باش که میتونم اون زندگی خودم رو در حقیقت هندل بکنم. اصلی این هستش که آیا من وقتی که خشم دارم و همه تقریبا خشم دارن، آیا این خشم رو ما چجوری داریم استفاده ازش میکنیم و یه مقدار زیادی همونجور گفتم خشم ما داره به دمپر اطرافیانمون میگیره. خیلی شده که مثلا توی سوشال میدیا شروع میکنن به یه ارگانیزیشنی با یه گروه شروع میکنن بدابی را گفتن و همه شروع میکنن با همدیگه این خشم رو انداختن. یکی از موارد مهم اینه که ببینین مطمئن باشین دشمنتون کیه، یعنی هر کسی رو دیگه فضای دشمنی باش برآوردن ماها رو از هم دیگه دور میکنه. در نتیجه احتیاجی نیست که به هم دیگه بپریم. همونطور که گفتم اگر که خشمی در وجود من هست اول بذارین آرومش بکنم، بعد بلنشم برم ببینم که نیاز من چیه، پیام من چیه. نیاز و پیام من رو وقت نگاه کنم که چجوری باید باش کاری انجام بدم. و بعد اینه که جوگیر هم میشیم. یه گروهی یک دونه اخبار رو حالا که میگن الان دیگه مدلی هستش که هیچ کس هم نگاه نمیکنه که ببینه آیا اخباری که داره میگه واقعیه یا اینی که واقعی نیست، فقط یک نفر این اخبار رو داره پخش میکنه و آیا من هر اخباری رو که به هم میرسه رو قرار پخش بکنم یا هر کسی که نمی مرگ به این میگه به اون میگه اینو خراب میکنه رو باید برم توی همون میگن getting on the same bandwagon، تو همون شرایط برم خودم رو پرتاب بکنم. این جبگیری من فکر کنم یه مسئله اجتماعی طبیعیه، ولی خب این جبگیری گرفتاریش هم اینه که وقتی که واقعی نباشه این اخبار یا اینی که صدم زننده باشه بدتر بعدش ما احساس گناه میکنیم، یعنی میبینیم خودمون رو وارد یک فضایی کردیم که اتفاقا بالعکس اون بوده که میدونستیم و جلو رفتیم و به خاطر همه یه مقدار خطرناکه. اگر ما هر کدوم بدونیم که نیاز خودمون چیه و در این موقعیت کجا ایستادیم، چه پیامیه که دلمون میخوایم بدیم، در اینجا میتونیم خشم رو ببریم توی جایگاهی که پیام رو درست داریم میدیم. حتی گفتم ممکنه که اشخاص به خاطر خشمشون مایل هستن فحاشی بکنن، ولی ببینیم فحاشی اون اصل ماجرایی که قراره گفته بشه رو تغییر میده و آدم انقدر گیر میکنه، حالا یا بیشتر خشمگین میشه یا بعضی خندهشون میگیره ازشون بهشون بر میخوره به خاطر فحاشی ها، ولی خود ماجرا رو از بین میبره و خیلی زیباتر اشخاص میتونن که ماجرا رو برای همدیگه توضیح بدن، درخواستشون رو از همدیگه برای همدیگه توضیح بدن. حتی وقتی که قراره که فرزن
به سناتوری، به خواننده‌ای، به کسی اخباری یا درخواستی دارین، قاعدتا هر شخصی وقتی که درخواستش رو محکم و مستقیم و با ادب بداره میگه، موقعیتی که اشخاص به شما گوش بدن شاید بالاتر بشه تا اینی که همینجوری با یه فوشخوار مادر مثلا فقط طرف رو داریم رد میکنیم. و در نتیجه این سوشال میدیا یه فرصتی داده که آدم ها الکی خشمشون رو بیرون بریزن. کارایی نداره، یعنی در حقیقت این هیچ کدوم اینها به اون مدل کارایی نداره. و برگشتن به اینی که آیا بعد از این جریان، حالا تو همین جایی که هستیم فقط تو زندگی، چون این بالاخره این موضوع تموم خواهد شد، دشمن داره خود درست کردیم واسه خودتون، این صورتی و وجهی رو از خودتون نشون دادین که دیگه پاک شدنی نیست. و مخصوصا اگه تو سوشال میدیا هست که خیالتون راحت باشه، هیچ وقت پاک شدنی نیست، همیشه خواهد بود. چون یه مقدار تعمق کردن به اینه که چه پیام هایی رو من دارم میدم، و فکرم نکنید الان اینا رو میدین چون فردا دیلیت میکنین دیگه تو سوشال میدیا نیست، هر چیزی که رفته باشه توی اینترنت همونجا برای شما مونده، و بعد دارین دشمنی ایجاد میکنین بین اطرافیانتون. این ماجرا کامل خواهد شد و انشالله که کامل خواهد شد به مدلی که ما امید داریم که کامل بشه، ولی بعد شمایید و این جامعه ای که درونش داشته زندگی میکردید که و با هم بودید، و تمام پیام هایی که در حقیقت توی اینترنت به اسم شما و شما رفته بیرون مهم. به اینقدر هم پیام های زیبایی هست که داره فرستاده میشه و بالاخره هم داره کار میکنه، یعنی مثلا پیام هایی که به چون هم سناتورها داشتن میفرستادن، یا مثلا به گروه های مختلف میفرستادن که چرا شما حرف نمیزنید، چرا ما که در اختیار شما بودیم، در کنار شما بودیم، این همه بهتون رأی دادیم و و و شما حرف نمیزنید. و اونهایی که مشخصا بسیار زیبا آرتیکولیت کردن، گفتن، فرستادن و و و، دیدیم که چرا بعد از یک هفته این نوع قدم گذاشتن برای خود شروع کرد حرف زدن. بعد با نمک، حالا هم که بالاخره اون چیزی که خواستن بگیرن، بعد حالا قهر میکنن تو لیت، بی خودی الان گفت. خب بالاخره آدم ها درخواست کردین، اون درخواستتون اتفاق افتاده و اون چیزی که خواستین حالا قاعدتا بعدش باید بشه thank you. ولی نمیدونم، این دو قرطوری به من باقیه که مثلا اگر من الان دستو درخواست میکنم، پس حق منه که درخواست کنم، حق و باید تو انجام بدی زمانی که من دارم میگم، بدون اینی که بدونم خب برسا دلایل اینی که اون شخص حرف نمیزنه به خاطر چی هست، و بعدش هم که تازه حالا اینو میگیرم تازه دارم قهرم میکنم. بچه یه مقدار این رفتارها به نظر نمیادش که شاید که کارایی داشته باشه، اون رفتارهایی داره کارایی پیدا میکنه که یک اصولی پشتشه و این اصول با زبان منطق داره جلو میره و این کار رو انجام میده. حالا بعضی هستن میگن که این گروه منطق سرشون نمیشه. ممکنه بگین یه گروه منطق سرشون نمیشه یا منطق خودشون رو دارن و الان در جنگن، ولی اینه که بگیم هیچ کس منطق سرش نمیشه، فقط منم که دارم منطق سرم میشه، مقدار دیگه ممکنه توی اون فضای خودپامی و نارسیسیزم داریم این کار رو میکنیم، وگرنه امکان نداره که من بتونم بگم که هیچ کس، همه احمقن فقط من میفهمم، و چون همه احمقن هم حق دارم که پوششون بدم. این هم همون خشم، یعنی تفاوتی آنچنان برای ماها نمیذاره با اون گروهی که برشا در دستشون عصبانی هستیم. این خشم رو آوردن، ببین یک خشم اینه، یک خشم همونیه که الان داریم میبینیم که یک دولتی با من ملتش داره چجوری ساچمه میریزه. بعد من ممکنه بگم نه من اون نیستم، ولی خب رفتارم، شرایطم یه آینه ای داره از اون رو به وجود میاره. بعد میگم نه من حق دارم که اصلا اون آینه باشم، و بعد اونجاست که ماها گیر میکنیم توی اینه که این خشمی رو که داریم به وجود میاریم داره داغون میکنه همه رو. خشم رو بذاریم اونجایی که هست بمونه، اطراف رو میتونیم با حمایت هم دیگه، سپورت هم دیگه، جوری که با هم هستیم، در کنار هم هستیم و در کنار کسانی که براشون ایستادیم باشیم، میبینین که خیلی خیلی بیشتر به همه ماها التیام میده تا اینه که هی بدتر و بدتر در حقیقت بکنیم آنچنان. سوال اصلی اینه که اگر که من در خارج از کشور هستم و نمیتونم که در خود خیابونها باشم و کاری انجام بدم، به نظرم میاد که هر کاری که دارم انجام میدم بیهوده است و فایده ای نداره و کار کمکی نمیکنه. خب توی این ما بعضی از یک شنبه ها هستش که سپورت تیم گروه داریم برای کسایی که دوست دارن بیان حرف بزنن،
چندین و چند بار از ایران هم کسانی بودن که تشریف آوردن، و یکی از سوالهایی که کردیم همین بود، برای ماهایی که بی خارج از کشور هستیم چجوری میتونیم برای شماها باشیم؟ یکی از مواردی که میگفتن اینه که وقتی که ما میدونیم که شما هستید، مثلا میبینیم که یک دفعه چون 50,000 نفر اومدن توی خیابون و اعداد رو میبینیم، یا میبینیم که مثلا بلند میشین به چونم خواننده هایی که حالا چه ایرانی هن چه امریکایی هن چه سیاستمداران و و و و این حرف میزنیم و اونا صدای ما رو میشنون، و یک دفعه خبر میاد که مثلا کانادا همچین حرفی رو زده، یا فلان مثلا خواننده توی کنسرتش جلوی چونم 5,000 نفر 15,000 نفر این راجع به ایران حرف زده، میدونیم که شما دارین اون کار انجام میدین. برصد پیامی که من شنیدم میگن شماها کاری برای ماها الان تو خیابون تو این شرایط نمیتونین بکنین، ولی میتونین صدای ما رو پخش بکنین به بقیه دنیا که دنیا بدونه داره چه اتفاقی میفته و فکر نکنن که اینجا هیچ اتفاقی برای ما نمیفته. و حالا دنیا بدونه چجوری میتونه دنیا کمک بکنه؟ یک، صداها رو پخش بکنه، دو، اینی که ممکنه مثلا مثل امنستی اینترنشنال قسمت جاهای مختلف بتونن که یک کمک دیگه اساسی انجام بدن. ماها ممکنه تک تک کمکی نتونیم انجام بدیم، ولی ارشد اورگانایزیشن ها ممکنه بتونن کمک بکنه. این صدا پخش کردن ها باز گفتم به مدل محترم کمک کننده است. صدا پخش کردن ها فقط به حالت فوش و بد و بیرا دادن کارایی نداره، یعنی هیچ ارگانیزیشنی گروه های مختلف هم نگاه نمیکنه به فوشخوار مادرهایی که ایرانی یا فارسی دارن به همدیگه میدن، کارایی نداره. ولی صدا رو بلند کردن، بخاطر همین هم میبینی ارگانیزیشن های مختلف الان یک ارگانیزیشن دیگه که من در کنارشون هستم، Iranian American Women's Foundation، بیلبورد های اساسی الان توی تایم سکوئر گذاشتن، توی لس آنجلس گذاشتن، بالا سان فرانسیسکو رو اون بالا که از بلندترین ساختمون های سان فرانسیسکو رو پیام گذاشتن، زن ایرانی رو گذاشتن و و و. و به خاطر همین تمام نامه هایی که شما اگر سناتور های اینجا، اگر سیتیزن امریکایی هستید حق و رأی دارید، سیتیزن کانادا هستید، هر جایی که حق رأی دارید در حقیقت و میتونید که رأی بدید، برای اونها مهمترین مسئله اینه که سیکل بعدی آیا شما بهشون رأی میدین یا نه. چه نامه بسیار محترم‌آمیز نوشتن، الان نامه هایی هستش که نوشته شده، وکیلا نوشتن، بسیار متین مشخص، و حتی شماره تلفن های سناتورها رو دارن میذارن که براشون بنویسید. اینها کسانی هستن که به هر صورت دارن حرف ما نشان دادن اتفاقی که اونجا داره میفته و کمک میکنه. اینی که اشخاص بیرون هستن و صداشون داره میاد داره کمک میکنه. موارد خصومت شخصی که داره اتفاق میفته، حالا یکی عکسی میبره بالا که یکی خوشش نمیاد، نمیدونم توی فضاهای مختلف چرا این گروه داره حرف میزنه، چرا اون گروه داره خودنمایی میکنه، اینجور کارها بیشتر اونا رو عصبانی میکنه، و این بخاطر اینکه این یعنی آدم ها توش مسائل شخصیت خودشون گیر کردن به اسم کمک کردن به بقیه. یعنی اگر هر چقدر بتونین به اون راه نرین، اگر مسائل شخصیتیتون گیر میکنه رها بکنین اون مسائل رو و برگردیم به اینی که همیارشون باشیم، صدای اونها رو پخش بکنیم، صدای اونها رو تو هر مملکتی که هستیم بر اون مملکت پخش بکنیم. شاید اطرافیانمون که ایرانی نیستن، غیر ایرانی هستن، باشون صحبت بکنیم، دانشی به اونها بدیم. کما اینکه خیلی از پیام‌هایی که داشت میرفت بسیار زیبا، گفتن ببینید ما وقتی که اتفاقی میفته اینجا Black Life Matters و و و و اونجاییم در کنارتونیم، به عنوان قهروندان اینجا داریم کمک میکنیم به کسان دیگه و انتظارمون از شما همینطور هست. در نتیجه ممکنه که از ظاهراتی که شروع میشه دیگه احتیاجی نداره فقط ایرانی ها اونجور باشن، ممکنه از 5 میلیون بشه 5 میلیون نفر، بطر اینه که بقیه کسانی که حالا امریکایی هن هر جای دیگه هم هستن اطراف شما در کنار شما به خاطر یعنی که شما ایرانی هستید و اونها رفیق شما بلند میشن میان، حتی اگر به خاطر کاز اصلی هم بیان. اینها کمک کننده است، خیالتون راحت باشه که این به هر صورت پیامیه که من دارم از اونجا میشن. اونها انتظار ندارن که ماها راه سیاسی براشون پیدا بکنیم، مثلا خندهشون میگیره، یا یعنی اینکه وزیر وکلاشون رو مشخص بکنیم و تمام راه های آیندهشون رو. و وقتی که این نوع پیام ها رو میشنون بیشتر بهشون برمیخوره که ما اینجور داریم زندگی میکنیم، شما
از بیرون دور میگین لنگش کن، ما خودمون بلدیم چجوری تصمیم بگیریم و چه کار بکنیم. اون پیام هایی نیست که الزاماً بی احترامیه با اونهاست، تا احترام دادن به اونها که پیام اونها در حقیقت به یک دنیایی برسونیم. سوالی که هست اینه که آیا زمانی که ما ها میخوایم کارهای زندگیمون انجام بدیم، چه درس خوندنه چه کار کردنه، ولی کلن زندگی ما مختل شده بخاطر اینکه هی داریم میریم دنبال این اخبار، چه کار میتونیم بکنیم؟ کس بهترین کارها روی تقویم کار کردنه، یعنی تقویم رو برداشتن و ساعت به ساعت، یعنی اگر با تلفناتون کار میکنین که تلفناتون این تقویم رو داره، ساعت به ساعت شروع کنین اون رو گذاشتن. مثلا این میمونه که اول 8 ساعت خوابتون رو بذارین، چه ساعتی بیدار میشین، نمیدونم ساعت کارتون چقدره، روزایی که بعد درس بخونین ساعت اونها رو مشخص بکنین و بعد میبینین که چه ساعتی مونده. توی اون زمان میتونین مشخص بکنین که من حاضرم فرضاً برم سراغ اخبار، از این ساعت تا این ساعت به خودم وقت میدم، اخبار رو گوش بدم. کارهای مهمتون رو سعی بکنید که اول انجام بدید که اون احتیاج دارید که مغزتون روش بذارین، بعد شروع کنین اخبار رو گوش دادن و احساساتتون برای اینکه بالا پایین میره. بعد از اینی که اون دارین یه ساعتی بذارین که با خودتون باشین که بتونین احساسات رو پایین بیارین. نگاه کردن به اینی که چه کارهایی برای من کار میکنه که من بتونم احساساتم رو با پایین بیارم. آیا حرف زدن با یک نفره، آیا راه رفتنه، آیا ورزش کردنه، چه چیزی هستش که کمک میکنه که من وقتی هیجان پیدا کردم کدوم کارها هستش که منو آروم میکنه و بعد بعد از آرامشم حالا میتونم تازه برگردم بیام حواسم رو بذارم توی چیزی. اینو بدونین که زمانی که سیستم شما هیجان زده شده، بیشترین کاری که داره میکنه اینه که حواسش رو میبره توی اون مسئله‌ای که هیجان زده باهاش شده. یعنی شما باید اول خودتون رو از اون مسئله دور کنین. یعنی اگر که دارین دائم با تلفنتون کار میکنین و اون بیشتر هیجان براتون میاره، اولین قدم اینه که تلفن باید گذاشته بشه کنار، خاموش بشه، برای یه مدتی یک ساعتی خاموش بشه. یا روی سایلنس بذارین و بذارین توی مثلا اتاق خوابتون، بذارین مثلا توی دونه کشو و خودتون رو ببرین و یه کار دیگه ای رو انجام بدین که در اون زمان قاعدتا حالت احساسی و هیجانی شما سیستم میاد پایین که تازه حضور پیدا بکنید به کار بعدی. اگه ساعت کاری دارید، اون ساعت کاریتون رو قبلش رو شروع نکنید اخبار رو نگاه کردن. یعنی که ممکن از خواب که بیدار میشین اخبار رو گوش بدین، بعد از اون برین ورزش کنید، بعد از ورزش دوش بگیرید، آماده شید برید سر کار، بذارید تا بعد از ظهر که کارتون تموم شد اون وقت مثلا دوباره شروع بکنید که اخبار رو گوش بدید. چون این رو بدونید، ببین مثلا در ایران بودن و باید با هر اخباری اون لحظه بودن یه کاری انجام دادن متفاوته. تو زندگی ها بست شده، اعتصاب داره میشه، کدوم خیابون رو بستن، شما احتیاج دارید به اون اخبار برای اینکه لحظه به لحظه زندگی کنید. برای کسانی که خارج از مملکت هستن شما به اون اخبار احتیاج ندارین که به لحظه به لحظه زندگیتون برسید. در نتیجه میتونید که اون اخبار رو تقسیم کنید به زمانهای به خصوص. پس زمانی که پشت سرش کاری نیست میتونیم که نگاه کنین، هیجانتون بالا خواهد رفت، یه مدل ریلیسینگ پشتش میذارین، راه رفتن، حرف زدن، جورنال نوشتن، یک چیزی که بتونه شما رهایی بده پشت سر اون، بعد میریم به کاری که بعد حواستون باشه، حضورتون باشه رو انجام بدین و دوباره یه ساعت دیگه ای رو بذارین که دوباره این کار رو بتونین انجام بدین و حال و روزتون رو از اینکه دلتون میخواد خبر داشته باشید یا کاری انجام بدین رو داشته باشید. ولی اینی که چه کاری شما رو راحت میکنه مهم. بعضی هستن که با پاهاشون باید کاری انجام بدن، مثلا باید بدون، باید راه برن، بالا پایین بپرن، یه کاری اونجوری رها میشن. بعضی ها تو دستشونه میخوان بزنن، تو بالش بزنن، یا از این توپای استرس با برگردونن، یه چیزی رو پاره بکنن، این کمکشون میکنه. بعضی ها تو حرف زدنه، باید حرف بزنن، همش بخونن، هر صدا بکنن، داد بزنن، جیغ بزنن، اونها میتونن اون کار رو انجام بدن. نوشتن، وقتی که ما در مورد هیجانمون مینویسیم، قسمت راست و چپ مغز رو شروع میکنیم کار کردن و این شروع میکنه رها کردن اون نوع هیجان و برمیگردونه و قسمت منطق ما رو در کنار هیجان میاره و ما رو شروع میکنه آروم کردن و رها کردن. این خیلی خیلی مهمه، چون تا این حال و هوا هست امکان نداره شما بتونید تمرکز کنید روی درستون، کارتون یا هر چیز دیگه.
and StockCloud.